درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و در این ویدیو میخوام در مورد خاصیت آهن ربایی واکسن کرونا صحبت کنم آیا تصاویری که در فضای مجازی میبینیم واقعیت دارن؟ آیا چسبیدن کلید و قاشق به بازو و سینه افرادی که این واکسنها ها رو تزریق کردن ناشی از مواد مغناطیسی موجود در این واکسن هاست؟ حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون موضوع بسیار جالب و مهمیه برای تبدیل وضعیت مغناطیسی بدن به حدی که بتونه این همه جاذبه مغناطیسی ایجاد کنه و قاشق و کلید به خودش جذب کنه بیشک نیاز به حضور مقدار قابل توجهی فلز مغناطیسی متراکمه دقت داشته باش که حتی اگر در محلول واکسن مواد مغناطیسی وجود داشته باشه بخش عمده اجزای واکسن پس از چرخش در بدن توسط کلیه ها دفن میشن حالا بیایید فکر کنیم که ممکنه اجزای واکسن انقدر قدرتمند باشن که بتونن یک ماه در بدن باقی بمونن و مقدار مورد نیازی قدرت مغناطیسی هم داشته باشن مشخصا کبد کلیه و قلب رو درگیر میکنن و به سرعت این اعضای بدن دچار اختلال میشن و از بین میرن خب بریم سراغ مواد مغناطیسی موجود در ساختار واکسن ها اما قبلش اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی هیچ کدوم از واکسن های تایید شده مواد مغناطیسی در ساختارشون ندارن فقط مقدار کمی آلومینیوم وجود داره که اونم که اصلا خاصیت آهن ربایی نداره همینطور در نظر داشته باش که سوزن های واکسن بسیار کوچکن. پس اگر مواد مغناطیسی هم تزریق بشه میزانش اونقدری نیست که بتونه نیروی کافی برای جذب آهن ربایی در بدن به وجود بیاره. در مانیتور کنار من میتونیم محتویات واکسن فایزر و استرازنکا رو مشاهده کنیم. دقت داشته باش که برای چسبیدن یک قاشق و یا کلید فلزی به پوست ما تنها مقداری رطوبت کافیه و نیازی به ساختار مگنتیک یا نیروی مغناطیسی نیستش برای اثبات این مسئله کافی مقداری پودر بچه به بدنت بزنی و بعد امتحان کنی یا اگر فکر میکنی یه قاشق به خاطر مغناطیسی بودنت بهت میچسبه یه قطب نما هم طبیعتاً باید به سمت تو برگرده آیا این اتفاق میفته؟ پس همه اینها ناشی از همون رطوبت است و الان هم که تابستون و هوا گرم و طبیعتا تحرق بدنی هم زیاده این مسائل تنها باعث میشه کسی که برای واکسن زدن دو دل بوده دیگه واکسن نزنه و جونش در خطر باشه جان دکتر ذهنتون رو درگیر این هواشی نکنین چون تنها راه گذر از این پندمی عزیزان دل من واکسن زدنه یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و حتما لینک این ویدیو رو برای دوستات و خانوادت ارسال کن که نترسن بی خودی و جونشون به خاطر واکسن نزدن به خطر نیفته همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرهمند بشی خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکل تو یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو بدرود عزیزای دلم